روششان رو صحبت میکنه چون دو سه هفته دیگه یاده میفهمونه که روششان رو یوم دین اگادول روششان رو روز جاجمه روز قضاوت بزرگه بنامیشه که پادشاه دونه کشم موشه میاد و میشباد یه سرزمین رو روی قضاوت نگه میداره توضیح میداره این از کتشه میکنه از سوی گمارا از جای دیگه هم هست نوشه که همه نوشه روز روششانا همه آدم ها میان مثل بنیمارون از جایش هم رد میشن بنیمارون بعضی میگن یه چوکونی که بخواد دوستانش رد کنه یه جای باریکه میگه از این باریکه میان یکی رد میشن میگه هشم بده همه آدم و دنیا را یکی یکی جایش هم رد میشن نوشه که هشم تصمیم میگیره که روی کشورها چه حادثه‌ای قرار سر کشور اتفاق بیفته یعنی همه یعنی همیشه دنیا اون روز قضاوت میشه از جمله وضعیت کشورها و همونطور میگن بعدا چیز میکنن که آدم ها سیاسی آدم هستن یعنی تک به تک آدم ها رشم قضاوت میکنن مثل دراشه رو ششانه یه بستینگ نوشه همه مخلوقات در این روز باید تفاوت رو میگیرن همیشه تو مصحف روششانا رو نوشته و میفرمایند که آدم حالا تالیش باشه نباشه در هر صورت مورد قضاوت قرار خواهد بگیره خواهد گرفت خیلی ساده حالا من اینجا شخصانشان بگن میاده باید بطوری تجسم کنه که هر چیزی که سال گذشته اتفاق افتاده واسه خودش واسه کسی دیگه باید بدونه که روز روششانا تعریف شده این اهمیت روششانا از این نظر چیزی که خیلی چیزی آدم باید در نظر بگیره سال گذشته هر سالی که اومده و رفته هر سالی گذشته بدونیم که تو اون ساله هشم تصمیم روز روششانا چه چیزایی خواهد شد همه چی ها معذرت میگم میگن آدم مخیر همه کاراش هست که میتونه خودش چک بکنه مثلا خودش اطلاع بده پیشرفت کنه هر چیزی یه جا این مورد هست که مثلا روز روششانا اون سهم و قسمت اون سال داده میشه این دوتا با هم نمیخونه چجوری ما اینا بررسی چیزی اینو توضیح میدن میگن واقعا چیزی که هست هشم همینا رو هشم میدونه چه خبره واسه این مثلا چیز کرده که فلانی واسهش اینطور گزرای شده اینطور حکم شده طرف تشوبه میکنه حتی اون حتی میدونن یعنی چیزی هست که تغییره قابل تغییر یعنی ولی اونجا تغییر هم بسید نوشید که تغییر میشه اینطوری میشه یعنی از نظر ما یعنی جا داره که ما نمیدیم چه خبر ما گیر هستیم ما درسته این چیز حق انتخاب آدم رو که ایسه کلی که همیشه میگه که آدم نه آیا... پیشرفت و زمانت مثلا یه نفر آدم تنبکه بله. یه نفر یه کار خیلی عادی انجام میده یه دفعه شروع میکنه به اینکه متوجه میشه اشتباه کرده روشاش غلط بوده میاد حالا همه چیز درست میکنه نمیگم یه حتی اونا هم تعیین شده مثلا یعنی حق انتخاب آدم بسیار محدوده ولی چون ما نمیدونیم چه با چی در نظر گرفته شده همیشه آدم باید سعی کنه ترقی کنه دست خودمون نیست ولی میشه میگه روششانا که میشه هشه معین میکنه دست شانا همینطور خخامی میفرمایند که نوشته که آیا ممکنه که در یک شفاری بدم من در یک شهر و ملت نترسن و نلرزن شفار زدن شیپور زدن علامت جنگ دشمن بده دور از زمان دشمن بده جنگ کنه چیز کنه آژیر میزدن یا حالا آژیر میزدن شفار میزدن میگه مگه میشه که دشمن میاد بالای دور یک شهر رو بگیره و مردم نترسن نرزن یه روششانه اینه پس واسه روششانه اینه یه روششانه که میشه هشم داره این که امروز روز محاکمه است و میفهمند که مقوبالیم گفتن که همه تورا یه تورا روی ترس از هشم و عشق به هشم پایگذار شده یعنی همیشه که تورا داریم که دیدم چقدر از هشم ترس داریم چقدر از هشم به عشق به هشم داریم و میفرمایند که چون آدم میگه ما آدم ها چون از خاک هستیم مثل کسی هستیم که اینافس گروت میگه آدم تو این دنیا مثل کسی هست که چشاش بسته هست و تو یک اتاق تاریکی نشسته و توی دنیا تاریکی قرار داره و میگه آدم یعنی میگه که ما نمیدونیم چه خبر ما نمیدونیم که اون بالا چه خبره چه چیزایی داره میشه دور از زمان مثل آدم های کور میبونیم که خبر نداریم که چه چیزی در دنیا مثلش نهفته است حالا بعدا توضیح میدن
اینکه مرتب میگیم تو وزر شوفر که میزنن میگیم یوم حرت اولام، حرت یعنی هرایوم تو عبری یعنی حامله بودن. میگیم که دنیا امروز مثل که حامله است، یعنی همه حوادثی که قرار سال اتفاق بیفته از امروز یه ششانه است، همه چی داره یه برنامه ریزی داره میشه. این همه چیز که آدم میگه آدم مثل آدم های دور از همه کور میمونه، یه آدم باید چششو باز کنه و میفهمن که وقتی که نور واسه آدم ایجاد بشه بتونه ببینه، یکم نور که بشه میتونه چه خبر است. دوباره چند باره بیام آدم وارد روششانه میشه، نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم طبق کارهایی که کردیم، طبق گذشتمون چه چیزی واسه در نظر گرفتن سالی که میاد، ما نمیدونیم چه خبره. واسه این مثل این که داره توضیح میدن، ما بریم به استقبال این روز روششانه و که این روزای تو ابریش میگن یا میم نوراییم، نوراییم یعنی ترسناک، روزای ترسناک. و ترسش چیه؟ ترسش اینه واقعا نمیده چه خبر. یا دارم سمسان حکم میکنن که مثلا چی خواهد شد، میفهمونند که این توی یه چیز نوشته داستان چیز روششانه هست، میگن روششانه رو خمیشی مولویس میگه میگه مثال میزنه، یه نفر بود اومد مثلا جنوری وسط های سال یه سرماخوردگی پیدا میکنه، بعد سرماخوردگیش به خودش نمیرسه، چه میدونم زاتوریه میشه، نمیرسه، بدتر میشه اینا، و دو سه ما طول میگشه دور از همه میمیره. یه خب هر وقت هر کسی جریان نگاه میکنه میگه چه آدم سهلنگار و آدم بیخیال و چیزی بود، دید که داره اوضاعش خراب میشه اینا، برو دکتر به خودت برس فلان اینا، خودش خوب میگرده. یعنی چی؟ بعد ایشون میفهمند که واقعیتش امدش اینطوری بوده، روز روششانه سال اون ساله تعیین شده بود که دور از همه این از دنیا باید بره، سرش تعیین شده بود. حالا چطوری از دنیا میره؟ هاشم همه چیزی که تو دنیا میشه به صورت طبیعی انجام میده، 1 2 3 میشه. یه دفعه میگه چش کنه مثلا روششانه گزرا شده بوده که این باید از دنیا بره، چطور از دنیا بره گفته بود مثلا این باید سرما بخوره خودش نرسه، اما اینا از دنیا رفته. دوباره آدم باید چه اصلش روششانه درست همینه که آدم باید بدونه که این روزه میگن آینده سازه، یعنی سرنوشت ساز در جمعه اسمش رو بذاریم، چیز سال آینده و سال بعدیش همش درش نهفته است. و آدم باید که میگه باید بیدار بشه و شفار میزنن و شیپور میزنن و که بیدار بشه و اینا رو میخونیم، این همه چیزی که آدم به خودش بود بدونه که بیاده توی کیپور بعد از ظهر چیزی رو یونا رو یونا عناوی هم میخونه، حضرت یونس، یونا دیگه بخونه، خیلی همه سادش هم که بخونه خیلی عجیبه که این چطوری میره توی این دریا و توی این کشتیه بوده و اینا، و کشتی شروع میکنه غرق شده، اصلا طوفان سهیم توی داره غرق میشده، نشه یونا میره پای کشتی میره میخوابه، که تا جایی که نمیرم بهش میگن که با تو چی خوابیدی، همه چی داره همه چی از بین میره، بیدارش میکنن نظیف. و این کسی که میگم میگم واقعا که ما هم مثل یه مقدار مثل یونانابی میمونی این زندگی دیگه، همه چی گذشته و به خیر و خوبه، کبابیش با پسی بلندیاش زندگی داره میگذره و میره و اینا، یه جورایی به اصطلاح در خواب خرگوشی میگفتن هر چی اسمش بذاریم، فرو آدم فرو میره همه چی، تا حالا که به کمابیش اوکی بوده گذروندیم بقیش هم میگذرونیم. ولی دوباره چند باره میگن روششانا اول سال چیز اختاری هست که میگن بیدار شو، شاید بیرون شاید خود نکرده بیرون طوفان ممکنه باشه، به خودت بیا که تو این طوفان خود نکرده برای سرت نیاد. البته اونجا نوشته که یونان نبی میدونست که جریان چیه، خودش بلند شد گفتش که گفت اینا هرچی میبینین به خاطر من فقط، واسه اصلا ناراحتی نیست که چرا این میدونست رابطهش نقدر با هاشم نزدیک بود، میدونست که همه چه خبره. و اونجا خیلی جالبه که تو میدونش میاره میگه یونانه آوردن گفتن چی میگه یعنی چی این چیزا، یا بودنش با نخ ترابی هرچی بود آوزوش یه تو آب این تا گردنش که با میرسی دفعه طوفان وای میستاد، بعد میگشتنش بالا طوفان شروع میشد. چند دفعه چیزش کردن این نه نه بود اصلا واقعا اینه،
که بعد آخرش یه دختر شوام و دریا آروم شد رفت. او حالا جدیان اونجا بود. در چیزی که واقعا داره اینه که همونطور گفتیم یه آدم توی این اتفاقات زندگی و وقایع و هرچی میاد آدم یه جورای غرق میشیم، خوابمون میبره این جریانات، آدم ها تو خواب میبره، آدم دیگه حالیش نمیشه که چه خبره، ولی دوباره میگن ششانات روز بیدار باشه، آدم بیدار بشه. خیلی مهمه که حالا این امشور که بعدا صحبت میکنن تو همین کتاب های موسا رو چیزا نوشته، نشه که انقدر چیز هست که روششانه آدم باید هر دقیقه ایش مثل اینکه یاد یه جدش آدم روششانه عصبانی بشه، میاد خیلی علامت بعدیه تو عرض سال عصبانیت واسش اتفاق خواهد افتاد، غمگین باشه به صنفی، ناراحت باشه، اینطور چیزا. باید میگن خوشحال باشه که ایشالا قضاوتش به خوبی میشه، at the same time ترس باید روش باشه که اوضاع زیاد ممکنه خوب نباشه، که خطرناک باشه. تو ایران باید زهره نباید بخوابه، زهره روش هاشانه. بعد یه آدم که بخوابه روش هاشانه بخوابه میگن مزارش میگه تو عرض سال همش خوابالو و میگن مزارش خواب خود خوابالو باشه. اما به انشان هم میگن که خیلی خیلی ناراحته دیگه، نمیگن خیلی ناراحته روز چون دوم و اینا دیگه بعد از ظهر بعد میتونه بخوابه، ولی یا هر کاری که آدم روش هاشانه میکنه تو عرض سال بسیار موثره، یا رو تاثیر میذاره. ببخشید تو ایران معمولا روش هاشانه دو روز که بود اصلا هیچی غذا نمیخوردن تا برگرد، حالا اینجا میگن زور بشه تهنیت، نباید تهنیت باشه. ما اینجا همه چیزا رو یه چیز دیگه نگاه میکنیم و میبینیم اصلا موندیم که کدومش درسته و هیچ کس هم اینا رو برای ما توضیح نمیده که مثلا ببین اینا همه شو چیز نوشته. اینه اینکه شما میگه این چیز هست، بعضی میگفتن تو ایران میگفتن که آدم دو تا نیم روزه تحلیت میگه این تحلیت سش حساب میشه، ولی میگن از 12 زور که میگذره باید تا شب باشه، برای اون روز موعده. این تو علاقا نوشته هر روز سال اصلا شبات ها، شبات خیلی مهمه، شبات تحلیفتن اصوله میدونی، برای شما یک کنیسا میرین فرزن ساعت یک بیدوش میگن یک، معمولا نیمه روز شبیه هم گذشته معمولا حدود یک، یک و ربع چیزش میگن. این میگن خوب کار درستی نیست، چون شب هم تعریف باشه، نصف روز تعریف بودن یه جورایی تعریف حساب میشه یه مقداری. حالا این چیزی که هست این واسه روششانه هم چیزی تو روششانه تو حلقه جا نمیشه باید تعریف میگیرن. تو ایران میگم چیز بوده که میگم اینها بوده چیز بوده میگفتن که دوتا نصف روز تعریف گرفتن. نه از تفیلا نشتم اینو. بله بله. اینجا بعدن شد گفتن چایی و قهوه هم بخورن. تو ایران هیچی نمیخوردن، میرفتن بعد میومدن برخوا میگفتن برای هر چیزی. و بعد خیلی وقتا از 12 ظهر گذشته. اینی که شما میفرمایید. خب ببین دوباره. حلقای درستش چه بخورن؟ ببین تو حلقاش اینه که آدم باید تعدیه افتن روز ششانا چیز نمیشه چون شادیه. در نباید بگیرن. پس میدونی چایی بخوره و بره کنسا. مثلا قیدوش گفتنش آره آره، یا فرد مثلا میدونه شما که اینسه میرین که میدونین که واقعا زیاد طول میکشه قبل از سفیلا صبح یه چای چیزی بخورید، نه بسر کنید نخورید یه سی بنوشید که مثلا تحلیت حساب نشه، چون از زده حلاخایی این چیز نیست. روز قبلش قبل زده شما تو حلاخا نمیشه که آدم بهتر تحلیت بگیره. حالا ما هم تحلیت کامل خیلی وقتا نمیگیریم، میگیم اگه تحلیت بگیریم میگه شب رو ششانه دم ناراحت و خسته و اینا هست ممکن مسئله باشه. این چیزا خیلی هستن که آدین و ششان نصف روز تحنیت میگیرن. ببین حالا همه اینا هر چیزی که هست، حالا تحنیت و نصف تحنیت و دو روز اینا همه چیزی دیگه آدم به خودش بود. من بشه میادم این روز سلیخوته، همین هم سلیخوت، خیلی هم میرن سلیخوت، سلیخوت افتنه، خیلی هم میرن تو این چه میدونم خوششون میاد، از این نوا خوششون میاد، فیلم بگن خب اصحاب زدن، ولی اگه خب بلند میشه میرن اونجا واقعا به خودش نمیاد، تکون نمیخوره. سلیخوت چه آدم بره سلیخوت از هاشم طرف بخشش میکنه، یعنی به خودش میخواد بیاد با تشوا کنه توبه کنه، ولی میره اونجا چیزی نمیکنه، به اون صورت داره سعیش کرده ولی اصلش به خود اومدنه است. آدم باید میشه اصل رو بچسبه. روش هاشان و اینا هم تایید گرفتن و اینا اگه قرار بشه که تایید بگیره به خودش نیاره تشونه نکنه اصلا نگیره که بهتره، تایید فایده هیچ فایده ای نداره، تایید خوب نیست. آدمی و ششنان تو علاقه باشید تحریبه و تحریبه کارشو کرده درشو گرفته، ولی دوباره اصلش اینه به خودش بیاد، به خودش بیاد، به خود اومدن اصلش اینه که آدم باید سر کنه که رابطشو با کسای دیگه درست کنه. ببخشید جناب، اگه یکی در عرض سال همه رفتارش غلطه و اشتباهه
این جریان تشوه توبه در همینجاست. تشوه کردن یه آدم توبه که میکنه و بعدی که من کس که بودم دیگه نیستم و کاملا عوض میشم و دیگه این کارهایی که میکردم پشیمون بشه. تشوه توبه کردن اینه، واقعا پشیمونش از کاری که کرده. یعنی خودش به هاشم هم اعتراف کنه که من این کارو کردم، خودش قبول کنه که دیگه به هیچ وجه این کارها را نخواهد کرد. این چیزش اینه، یعنی باید 100% چیز باشه که دیگه باید کارها نخواهم کرد. این میشه تشوبه. حالا اگه خدای نکرده سال دیگه دوباره این مسئله بشه، رفت یکی از این کارها همه کرد، یا ولی همین که اون موقع که واقعا تشوبه کرده، توبه کرده، نیادش اون دیگه کار نمی کنم، نیاد از اوکی دست فرمان. با اینکه مثلا بعدن دوباره جریان چیز بشه، نه که توصیه بشه چیز بشه بهش هتر بدن، نه، یعنی جای مجازی شما اجازه نده بریم سارو کار رو بکنه. واقعا میگه اونجا تو چیز نمیشه که هشم باید شهادت بده که این واقعا اون وقتی که باش قبول کرد که من این کار رو گیر نمی کنم پشیم اصلا بگی نخواهم کرد، واقعا اون موقع 100% نمیخواست این فرصت انجام بده. این میشه تشوبه. یعنی چیز بسیار سختیه و دوباره این خیلی مهمه که میگفتم بیادم تو کیپور میخونیم که این روز میگه لیفین هشم تی تاهر کیپور اومده جور هشم اون رو تاهر کنیم. کیپور کاری که میکنه بین ما و هشم ها کمک میکنه که تشوه تاهر کنیم، ولی بین ما که با کسای دیگه این کار خودمونه. کیپور رو مستحب کنه نخواهد کرد. اگر آدم های هستن که از دست ما رنجیدن اذیتشون کردیم، چه میدونم خودمونه، ما از دست اونا ناراحت هستیم، معمولا میشه دو طرفه است. آدم و کسایی که مسئله داره، مسئله طرفه نیست که فقط اینو ما رو اذیت کردن. اگر ما اون رو اذیت نکرده بود، شما روش اذیت نمی‌کرد. این همیشه این مسئله ها هست. واسه این واقعا این ایام الول، این روزهای الان سلیخوت و اینا روش هشنه هستی اصلیش اینه که آدم واقعا ببینه که با چه کسایی مسئله داره، دشمنی داره، کدورت و دلگیری داره، اونا رو باید حل کرد. واسه اصلی اونا هستی که آدم بیاد تشوبه. بفرمایید. ببینین، یکی از سخت‌ترین کارهایی که آدم تو زندگیش ممکنه بکنه، شاید هیچ وقت نتونیم بکنیم، خیلی سخته، اینه که اشکال خودمون رو پیدا کنیم. سخت‌ترین کار هست. ما متاسفانه طبیعتمون اینطوری هست که اشکال کسادگیه رو خیلی راحت میکنیم. هر کسی هر کار خلافی به نظر ما کرده، فوری تو نظر خودمون این منفی و اون منفی و همه را لیبل بسنیم که این چجور آدمه، چرا این کاری میکنه، فلان میکنه. متاسفانه طبیعت اینطوری داریم، طبیعت منفی داریم، همه اونم هم اینطوری هست، بیشتر هم اینطوری، بیشتر همه. این که بیایم اشکال خود رو پیدا کنیم سخت در این کار هست. سختش هم سر اینه که ببینین دور و بر یادم یه هرچه آدم رفیق و آشنا نداره، اشکال ما رو اگر ببیننم بهمون نمیگن معمولا، چرا بهش بگم، ایسی بهش بگم، ازش ایراد بگیرم، ناراحت میشه، از من دلگیر میشه، ممکن دشمن بشه، اینا رفقتمون نگه داریم چی نمیگه. دشمنش هم چیزی بهش بگن، یه دشمنش یادم رو باید دشمنش رو بوش نمی کنه. خودش هم که با خودش میشینه، آدم میخواد به خودش راجع خودش فکر کنه، یه همه یه سارکاریسی همشون میگن نو، آدم رو رز خودش فکر میکنه، میگن معمولا تو خودش هم چیزی مثبت رو میبینه، آدم خوب و مهربون و نایس و چه میدونم قلب بسیار رعوف و مهربون اینا داره اینا و آن نان 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 و یه داستان هست که من خیلی خیلی رو تعریف کردم مثلا تو میگم It's very interesting to hear it. حتی شنیدم بازم شنید دورشم It's worth it. و این داستانه که میگن دفعه یک خبرنگاری بوده، روزنامه‌نگاری بوده، میدونست این مسئله با این میخواستیم با این مسئله چیز بشیم، میخواستیم دنبال آدم میگشه که آدم اعتراف کنه، بگی من آدم بدی هستم، من آدم واقعا خلافی هستم، آدم چه میدونم نادرستی هستم. میره میگن برای میشه میره زندون، میخواد تو زندون بره، این کسی که اونجا چیز هستن اینا رو چکشون کنه، میبینه کدوم اینا هستن که واقعا اعتراف میکنه که آدم راشا و آدم بد و فلان اینا هست. میره اول کاری که میکنه میره یه جایی چیز بوده، میگه میاد پرونده‌شون عشان میخونم اینا، میبینه یه نفر بوده سر آیارس چند به 5 میلیون دلار چیزی کلا گذاشته بوده، قشنگ مطالعه میکنه، میره قشنگ کلا میره، میره سراغ طرف،
میره تو سلول زندون رو بوده بر بهش شما صحبت کردن و یه بی من رفتم پرمت رو نگاه کردم و اینا با تو از آیارس 8 میلیون دلار سرشون کلا بسید دوزی کردی میگه برو خود پدرت نگه داره کیه سر آیارس کلا نمیذاره یعنی چیز کلا گذاشتن نیست چیه همه میکنن من بدشانسی بودم من رو گرفتم یعنی اینکه دیگه که من آدم خوبیم همه کام هم کار بدی نیست میگه تو واقعا دوگه چیزی میگردی برو اینجا چه بایم سلیل اون وریه یکی هست دوزده دوزده اصلا همه هم میدونن اینا و نه فقط دوزده این میرفته نگاه میگه تو روزنامه ها فیونرال مراسم عزاداری قبل کردن کجاست که یه چیز این هست میرفته خونه طرف خالی میکرده خونه شد اینه رفته بودن چه میدونم ایدن مموریال فرزن این میرفته خونه شون خالی میکرد خب این دیگه خبرنگاره دیگه خوب چیزی پیدا کردم خیلی خوبه این دیگه میرم به شرطان با شرط میزنم و اینا دیگه میره که چیزه میره و دوباره پرمده اینا قشنگ مطالعه میکنه اینا میره اونجا چون باش صحبت کرده رو میگه خب دوزدم دوز ولی دیگه نامردی و چه میرم یعنی چی بدبخت ها عزادار و فلان و اینا چه میگه شما خوب مطالعه نکردی میگه خوب توجه میکردی دوزده میگه من فقط خونه آدم میلیونر میرفت مهندس نمی رفتن طرف چندین میلیون دلار و چقدر اینا دارم اشتر بایی که باشم یه میلیون چما من مر می داشتم چیزی نمیشه تو میخوای چیز کنی اینا برو اینجا برو آدم بد میخوای برو اینجا قاتل تو روز باشد قتل کرده کشیده فلان و اینا برو سارا باشم چشم میره شون بودم مطالعه کردم پرونده فلان و بیسار اینا و میره سراغ آقای قاتل قشنگ باشم اعتراف کردم یعنی کشتم همه چی همه یه اونجا شما صحبت کردن و فلان و بیسار و خب کسی که آدمی کشته قطع کرده اینا تو حتما احترام میگه آدم بد و راشو اینا هستی میگه باطن چی میگی تو میگه من خدمت کردم این جامعه آدم کشته خدمت کردی میگه این که من کشتمش خوب بود چه بدونم پلیس هزاران دلار خرج میکرد که اینا بگیره اینا بکشتش من آدم خوبیم همه شما میگن آدم خوبی هستن قات آدم سر آیارس کلا بودش آدم خوبیه اون چه بگم دوزی که خونه بدبخت های رفته آدم خوبیه آقای قاتل هم یه خوبیه این خبرنگاره خیلی آرش رشی گرفته میشه یه سو چکار کنه دیگه میره و اینا میره با یکی از رفیقای خبرنگاره در میون میزه میگه من هر جا میرم اینا همه شون میگه آدم خوبی هم میگه تو کجا کار رو دیدی بیسی بهت نشون بدم میگه مثلا یه روزنامه میاره نیویورک تایمز اصلا مثلا 34 سال قبلش بوده اونجا نوشته بوده که ریپورتر اینطور نوشته بوده که از نوشته تو مانهاتان نیویورک پلیس چیز اف بی آی و اینا بالاخره که از رئیسای بزرگای چمیدونم مافیا را پیدا میکنن که چقدر مثلا چقدر دنبالش بودن اینا یه گوشه خیابون گیرش میدازن بالاخره تو پرانتز میگه طرف تا حالا 70-80 نفر رو خودش کشته بوده بزرگ، کوچیک، زن، بچه، پیرزن، پیر همه میکنه همه کشته بوده اینا خیلی مصابه بگیردش بالاخره در میرفت اگیرش اونجا گیرش میدن توی ماناتان میبردنش از چند طرف بهش تیر اندازه اینا میکنن خلاصه تیرا بهش میخوره میفته رو زمین بعد جو نوشته بوده که لحظه آخر عمرش با خونش میمیسه روی پیاده رو در این بدن یک قلب بسیار رعوفی بود من فقط قلب بسیار رعوفی داشتم همه عمرم داشتم اصلا دفاع میکردم فقط این آخرین حرفایی هست که این طرف میمیره یه ببین یارو یه از این بدن کشته ما رو کشته اینا هنوز فکر میکرد که آدم خوبی هست یه ببین یعنی این آدم ممکنه که بدترین آدم های دنیا باشه و پیش وجدان خودش فکر میکنم من آدم نایس آدم خیلی خوبه کاری نکردم I am fine این مسئله ما رو ششار که بود همینطور چیزیه ما میریم اونجا همون فکر میکنیم که من که آدم خوب و نایس و چه میدونم دوست داشتنی و شدم همه سر میکنم کمک کنم خدمت کنم فلان کنم بیسار کنم مثلا مشخصه که من اصلا دازن افرا اصلا کاری نمی کنم که وضع معلوم و مشخصه پروندم پاک پاک آدم به این خوبی چه چیزی داده از This is the problem یعنی خاص شون خدای نکرده ممکن ما هم یکی از اینا باشیم فکر میکنم که آدم های خوبی هستی
یعنی میشه آدم با هر کسی آدم مسئله داریم همینطوری میشه دیگه، با هر کسی مسئله داره میشه میگه که طرف تقصیرمونه، میشه خودمون که فکر میکنیم اینطوری اومده اینطوری رفته اینطوری اینطوری گفت من اینطوری گفتم اینطوری شد، من آدم خوبی من هستم، اون همیشه محکومه. ولی همیشه میگیم همیشه میگن سکه میگن همیشه دو طرف داره، همیشه یه طرف دیگه هم هست و دوباره چند باره نمیتونیم شب خودمون مطمئن باشیم که ما آدم خوبی هستیم. This is the message is there. That is there. واقعا پیغامی که اونجا داره اینه که ممکنه فکر کنیم که آدم خوبی هستیم، ممکنه. ولی میگه خیلی میشه خیلی ساده سیش کنم، میگه آدم نگاه کنه ببینه چقدر دشمن داره، چند نفر دشمنش هستن، به تعداد دشمناش بدون اوضاع خراب اگه واقعا دشمن نداره از very good side، اگه واقعا میگه همه از خوششون میاد مثلا کسی که باش نداره از very good side، نشون میگه آدم خوب معمولا با آدم خوبی باشه. رسم دینی چیزی هست که آدم بتونه بفهمه اشکالی از خودش هست، یعنی از طریق تورا و چیزایی که هست چون که خودش بفهمه که غیر از این میگه ببینه آدم اصلا چی میگن، از حرف ببینه دشمناش اصلا چی میگن، کسیش بعدشون میاد دشمناش چیز در پشت سرش میگن، شاید تو حرف اونه امت باشه، شاید واقعا اونو چیگه میگن راست باشه، چون رفقای نظیر شامش نمیگن، معمولا بهش نمیگن دشمناش که تنکس ممکن میگن اون اصلا توی چیز نوشه که صدیقیم دو اونجا بودن گرا بوده، صدیقیم بودن آدم هایر کرده بودن یه آدم صدیق دیگه که یه مدتی با من باش اشکال منو بگیر، بگو اشکال من چی هست، چون خودم نمیفهم، طرف خودش شد صدیق بزرگ و چه گاور و چیزی اونا بوده، راب چیز از من چقدر تو را برد بوده، آدم گرفته بوده که باش باشه ازش اشکالاشو بگیر، بگه این مسئله داری اون مسئله، با اینطوری با این طرف بد صحبت کردی، تو را پرخاش کردی فلان کردی عصبانی شدی، بهش بگه این آدم بیرون لازم داره باش باشه بهش بگه ببین مسئلات اینه، ما این تو آدم هایی نمی کنیم این تو کار را، ولی خودمون دو آدم ببینه که چجوری با آدم رفتار میکنه، آدم ها چه چیزی بهش دارن، چند نفر هست که وقتی میبیننش روش رو بر میکنن و میرن که نار نمیخواه اصلا ببیننش، چند نفر هست که این نمیخواد روش اصلا صحبت کنه واسه اون فراریه، یا چه می‌دونم چرا واسه فهم می‌کنه سرش خلاص این سر کارو گذاشته بوده بذار، آدم باید اگه بخوام خودمو واقعا بشناسیم باید اینا رو بدن چک نگاه کنیم، میگم یه آدم یا واسه عصبانی شده عصبانی چیزش واقعا میگه نه وقت عصبانی میشه باید بعد بشینه ببینه چی بود چرا عصبانی شده، حلاجی باید بکنیم، آدم باید تو زندگی خودمون بگردیم به شهر خیلی چه خبر است، کار بسیار کار آسونی نیست، چیزی هست که ممکنه سالها طول بکشه که در خودشو بشناسه، یه همه خصائل بد اینا متأسفانه هم اینطوریه، خصلت‌های بد آدمی همیشه دیگه خودمون واقف نیستیم، آدم ممکنه که اینقدر گوا و غرور داشته باشه اینقدر متکبر باشه خودش هم نفهمه، فهمه آدم اوکی یه چیز نداره هیچی، آدم ممکنه که حسود باشه خیلی زیاد حس نکنه، خیلی وقتا هست میگن حسادت با تنفر میرسه به مدرد به تنفر میشه، یعنی دم میخواد چقدر حسوده، خیلی وقتا هست میگن چه کس هست خیلی بدش میاد دشمنشونه، یعنی خیلی وقتا هست ممکنه که شما ساده این حسود هستیم کاره هر چی که میکنه حسودی که میگره تنفر تبدیل میشه، میشه تنفره طرف مقابلش با چی کار میگن؟ طرف مقابلش یعنی دلالش حسود میشه اون چه کار کنه؟ چه کار میتونه بکنه؟ آدم ریلی آدم باید کاری بکنه که مردمش از سوشون حسودیتش نکنن کارهای خوبشون یه خیلی من باید پنهان نگرد یه سید نمید چه کار داره میکنه؟ کهش حسودشون نشه پول و ثروت داشته به روخ مردم نکشه سوش دشمن میسازه، این طبیعت آدم هاست، یه آدمی که غرور داره ببینه روزی چند دفعه عصبانی میشه، میگم زهرمادش میگه که عصبانیت یعنی غرور، یه هرچی آدم غرورش بیشتر باشه متکبرتر باشه بیشتر عصبانی میشه، هرچی هم که غرورش کمتر باشه به خاک بودن و خاکی بودن نزدیکتر میشه اصلا عصبانی میشه، یعنی اگر به اون درجه رسیدین که اصلا عصبانی نشدین بدونی که کمی متواضع داره میشه، یعنی تا وقتی که آدم دلگیری پیدا میکنه از آدمای دیگه از چیزای دیگه چیزی داره میشه میبینه زندگی طبق چیزی که میخواد پیش نمیره
باید ببینید غرورشه. یه آدم حرفی بزن ناراحت میشه، دلگیر میشه. کسی که غرور داشته باشه چرا از حرف کسی باید ناراحت بشه؟ بهش بعد و بیدا بگن، ناسزا بگن. اگه واقعا غرور داشته باشه چیتون نخواهد شد، مثلا تأثیرتون نمیزنه. اون داستان هم مطمئن که 100% همه شنیدین، و فقط رو اینقدر حرف نسیم رو میگیم. یه میگم یکی خاصیدی با میگن که یه صدیقی میگم بگو ما بگو که بزرگتر روز زندگی چه روزی بوده؟ یکی میگه رفتم مسافرت دریایی، پول زیاد نداشتم و از مالیم خراب میرفتم پایین پایین کشتی، جایی که چمدونا و بارونه بود، رفتم اونجا نشستم، اونجا رفتم پایین بالای عرشه و بالای چیزم، همه آدم میلیونر و اینا و فلان اینا بودن، اینا اونم اونجا بودن. یه اونجا نشسته بودم، یه دفعه که از این آدم های بالایی یه دور از احترام میگه این از اونجا رو من ادرار کرد، از اون بالا. پس یعنی میگه من اصلا از این موضوع ناراحت نشدم. حالا به خودم گفتم میگه مثلا چه آدم مثلا متکبر و باغرور و چیزی هست و فلان هست، برای اینکه من ناراحت بشم از این کار من کرده، میگه اصلا ناراحت نشدم. میگه اون روز بزرگتر روز زندگی منه، چون فهمیدم به این درجه رسیدم که یه آدم یا حیوان به من کار بسیار بسیار کثیفی انجام داده و پودارم کرده چیز کرده و من به غرورم بر نخوره ناراحت نشدم. میگه این بزرگتر روز زندگی. البته اصلا به این درجه برسه اون باید سالیان سال خودش کار کرده باشه، انقدر غرورش زیر دست گرفته باشه، انقدر خودش رو پایین و نه که پایین برد که آدم پست و پایینی باشه، نه انقدر چیز شده بیدیم مشربینو که به این درجه رسید اونجا میشه که از همه آدم دنیا آنافتر بود، متواضع‌تر بود. یعنی بخاطر تواضع زیاد، هامبل بودن زیاد شد بزرگتر که نزدیکتر که به هر چه وجود داشته مشربینو. چرا؟ چون خیلی خیلی متواضعه بود. این چیزا ببین این طرف کمی نیست. یه نفر به من میاد یه چه بدم حرف میگه بالا چشت ابروه آدم ناراحت میشه، یه کج و ناراحت ها یه چه بدم حرفی با آدم میزنه ابروه فوریش بر میخوره، عصبانی ناراحت یا زندگی طبق خواست ما جلو نمیره. این کاری کنیم نشو این کاری این وری میشه نمیشه، همش ابروه آدم هی بعد میخوره، هی ناراحت میشیم، زندگیمون تلخ میشه، چون خودمون رو میبازیم. اگر واقعا متواضع بودیم نه عصبانی میشدیم، نه ناراحت میشدیم، نه دلگیر میشدیم از هیچ کسی و هیچ جایی، ناراحتی میذاشتیم کنار. ولی متأسفانه تو این چیزا نیستیم، تو این درجه نیستیم. اینا چیزی هست که آدم میتونه روش کار کنه. years یعنی سالها طول بکشه که مثلا روی این خصائص خود رو بهتر کنیم، سعی کنیم خود رو بهتر کنیم. هرچی که پیش میاد آدم سعی کنه تو خودش باشه. اینو چیکار دارم میگم؟ میگن بزرگای موسی میگن که ما خیلی وقت هست وقتا میذاریم که میخوایم آدمو دیگه رو بهتر کنیم. همونطور اول شروع کردیم اشکاله کسی دیدم مثلا خیلی راحته، هر که میبینیم هر جا میبینیمش فوری روش لیبل بزنیم، بگیم این مسئله داره، اون مسئله داره، این مشکل داره، اون داره، آدمو دیگه رو عشان سر کسی تو فکرمون هست منفی گذاشتیم اونا این اینه. ولی دوباره چند بار خودمون ما کی هستیم مثلا وقت نمیذاره بیا چه خودمون فکر کنیم. و واقعا یه آدم باید بیشتر وقتش رو صرف کنه که خودش رو بشناسه، خودش رو بهتر کنه، سعی کنه انسان آدم بهتری بشه. بعد از سال میگم این گرام میگفته که ما تا آخرین روز که تو این دنیا هستیم هشم یه روزی دیگه بوده وقت میده، چند فرصت اونو میده که خودمون رو بهتر کنه. هر روزی که هشم ما میده یه بیا یه چند سه دیگه بهت میدم، یک موقعیت دیگه بهت میدم که بهتر بشه، یه روز دیگه هم بدارم چیکار میدارم که هی آدم بهتر و بهتر بشه. انفورچنتلی بعضی اصلا از اونوری میدن بدتر هم میشن که بهتر نشن، دوباره برمیگرده روششانه. روششانه اینه روزیه که باید حساب کتاب باید برسن و اون داستان یه اصلا روششانه میگن نمیتونستانه تکراریه. میگن یه نفر میره واسه سرمایه گذاری کنه یه جایی، حالت میره بانک، میره تو بانک و یه من میخوام جانا فرام پروژه ها دارم، میخوام بسازم this project that project، یه سنان $2,000,000 میخوام به من وام بدین که برم اینا بسازم. یه میرم دو میلیون بهش میدن و اینا و حالت
دومینو برمیداره میره عرض سال لاس وگاس اونجا گذاشته و مسافرت دور دنیا گذاشته و چه میدونم پولا رو سوزوندن گذاشته و گوز میره enjoys his life پولا رو تموم کنه اینا یک سال میگذره هم پولا رفت دوباره میره میره بانک میگه واسم یه وام دیگه هم بگیرم اگه میشه یه میلیون دیگه هم بدی یا خب وای خب بیا ببینیم که پروژه قبل چیکار کردی چی اون دو میلیون که پارسال گرفتی چی شده یا میگن که ویس شده از بین رفته رفته میگن وام جدید درازه میگن باشه درفت میگن روششو که بودم unfortunately اینطور چیزاییه که میگن خب هشه میگه که من یه سالی به تو عمر دادم یه سال دیگه تو این دنیا بودی چیکار کردی؟ اون یه سال چیکار کردی؟ چه گلی به سر خودت زدی؟ چیکار چی شد؟ اومدی یه سال دیگه هم از من عمر می‌خوای یا سال دیگه هم عمر می‌خوای؟ ببین چیکار کردی که به استناد به کاری که کردی بهت گور کردیت میدی. و این چیزی که آدم باید به خودش ببینه جریان اینطوریاست. دنیا حساب کتاب داره. خفن موسا میگن میگن ببین طبیعت رو نگاه کن، این خورشید، ببین این خورشید در میاد هر روزش حساب شده است، سر موقع سر ثانیه در ما هم تو هست، ستاره هر چی جای خودش چیزش، همه چی دنیا درش مفریده دقیق طبق چیز جلو بره. میگم بدون که همه حساب کتاب دنیا دقیقه، هر چی دنیا داره میشه، اعمال آدم، فکراش، کارهایی که میکنه، چیزایی که میشه، همش دنیا قاعده داره، حساب کتاب داره، صاحب داره. این نیست که آدم خواست این دنیا کاری کرد کرد و هرچی شد و شد و چیز شد و اینا چیز نمیشه. به صلاح خواست شما دنیا بی صاحب نیست، خواست شما دنیا صاحب داره، همه چیز حساب کتاب داره. من میشه این داستان آخامنه‌تنی تعریف بکنم که آخامنه‌تنی گفتن که صبر هشم زیاده ولی هشم کارشو میکنه. فهمیدن این دفعه توی همدان یه حاکمی داشتن خیلی مستبد و خیلی چون بگونم دیکتاتور و خیلی بندگوی سرین و خیلی عزت میکرد و خیلی خیلی چیز میکرد، دستش به سطو اومده بودن و جریان چند سال ادامه پیدا میکنه اینا. بعد گفتن که 30 سال بعد از این جریان یک جوان مسلمانی سوار وقتی که این حاکمی سوار از خرش داشته میرفته، یه جوان 18 ساله مسلمانی میره با یه چاقو زن حاکم رو میکشه. گفتن که ببینی حاکم اینقدر اذیت و چیزا رو میکرد، هشم صبر کرد 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 30 سال طول کشید ولی آخرش به جزاش رسید. دنیا اینطور، دنیا یعنی حساب کتاب داره. خشم هشم خیلی وقتا خشمش هشم نگه میداره مدت خیلی زیاد، آدم چانس میده یه سال دیگه دو سال دیگه که آدم از اونا گناهی کرده تشوه کنه توبه کنه برگرده. ولی unfortunately وقتی میرسه که طرف توبه توشو نکرد، یه وقتی میرسه که باید حساب کتاب پس بده. و دوباره هی گفتیم که میگن همه چیز دنیا درست داره پیش میره، هشم طبیعت اینقدر دقیق و درست آفریده، خواهد با آدم های اشاره این تا بده که بدونین همه چیز حساب کتاب داره، دنیا همه چیز حساب کتاب داره. با اینکه آدم میبینه سی مشهور که میگن آدم میره چه آدم های راشو و بد و فلان اینا چه زندگی خوبی دارن و دارن لذت میبرن و کیف میبرن، آدم های خوب هم دارن، ناراحتی میکشن، زجر میکشن، بدبختی میکشن، اینا همش با هم دیگه است. بدونی که همش حساب کتاب داره. میگه آدم راشو بد و فلان اینا هم تو زندگیش حتما خوبیای کردی بعد موزشو بعد بگیره. آدم خوبم کار بد زیاد کرده. اونم باید اینجا تو این دوره باید سفر کنه. ولی اینکه حساب کتاب هست همه چی هست. و یادمون نره که ما ایمان داریم که همه چیز ادامه داره. بعد از 120 سال با مردن آدما هیچی عوض نمیشه، هیچی وای نمیسته، ادامه داره. آدم کسی میاد تو این دنیا کار خلافی هم کرد، اگه هشم این دنیا به سر تماس که باشه بس نده، گیرگل بعدی هست، بعدی هست، بعدتر و بعدتر هم هست. واسه این هست که آدم باید روششانه که میشه میگم وقتی شفار میزنه آدم فکر نکنه که صدای شفاره خوب در اومد نایمد، شفار زنه خوب زد نزد، صدایش بلند است، صدای شفاره یواشه، چقدر عالی میزنه اینا. اصلا شفاره واقعا باید قلب آدم رو بلرز آدم به خودش بیاد، حتی شما تو بکنه به خود اومدن است، باید فکر کنه که شیپور جنگ دارن میزنن، دارن شیپور میگن یا میگن دارن شفار میزنن که هشم الان اینجاست، پادشاه اینجاست،
الان حضور داره، داره محاکمه میکنه، صدا شما آدم باید به خود زمان بلرزونه، به خودش بیاره، اصل رو بچسبه. فکر نکنه چیز فرقیات و جزئیات و اینایی که چطور شبانه هست، اون چیز نیست، باید واقعا به خودش باید بلرزه. اشکنازی از اول ماه ایلول نسلی خود نمیخونن، ولی شفار میزنن و سفیلاشون هر روز شفار میزنن. همه اینا همش اینی که آدم به خودش بیاره، سعی کنیم بهتر بشیم، سعی کنیم با کسایی که مسئله داریم مسئله رو حل کنیم، انشالله تشوبه و توبه کنیم و خودمون سبب بهتر بشناسیم. انشالله روز ششم به خوبی همه 120 سال کتاب خیلی دوشی نوشته میشیم. آمین که ایراتون. آمین.